سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که همتون حالتون خوب باشه. این دفعه میخوام سه تا کتاب خیلی خوب معماری بهتون معرفی کنم که اگه داشته باشید ضرر نمیکنید. قبل از اینکه شروع کنم لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم بتونید که باخبر بشید، و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، و اگر نظر، پیشنهاد و یا سوالی دارید میتونید برای من کامنت بذارید، و لطف کنید که با حروف انگلیسی کامنت بذارید که کامنتاتون نپره و من بتونم که اونا رو ببینم. سابسکرایب کردن شما خیلی برای من مهمه، چون تنها راهیه که شما میتونید من رو حمایت کنید، و متاسفانه 77% از کسایی که ویدیوهای من رو میبینن سابسکرایب نمیکنن و فقط میبینن و گذر میکنن. خب بریم سراغ سه تا کتاب خیلی خوب معماری. اولین کتاب که فکر میکنم خیلی میشناسن و بیشترین استفاده رو داره کتاب نویفرت هستش، که اطلاعات معماریه، کلی اطلاعات معماری توش داره. من اطلاعاتش رو براتون این بالا تو صفحه میذارم که بتونید ببینید، اسم کتاب، ناشرش و کلا مشخصاتش رو میذارم، عکسش هم براتون میذارم. و این نکته رو بهتون بگم که این کتابایی که من معرفی میکنم، نه فقط این ویدیو، من تمام ویدیو، اگر کتابی معرفی کردم لازم نیست که حتما برید خودش رو تهیه کنید، چون این وضعیت بازار رو اینقدر که کتابا گرون شده، یه خورده سخت تهیه کردن همه کتابا به صورت فیزیکی. شما میتونید پی دی افش رو دانلود کنید، خیلی از کتابا رو پی دی افش رو به صورت رایگان پیدا کنید، و اکثرا پی دی اف های رایگان توی سایت ها هستش و لازم نیست که کتابا رو حتما بخرید. خب اولین کتاب، کتاب اطلاعات معماری نویفرت، که نویسنده اصلیشون ارنست و پیتر نویفرت بودن. خب این کتابی که من دارم ترجمه حسین مظفریه، اگه درست گفته باشم ترشیزی، اسمش رو براتون می نویسم اگه اشتباه تلفظ کردم، آقای حسین مظفری دیگه ببخش ما رو. میریم قسمت فهرستش، فهرستش رو با هم ببینیم. یه اصول اولیه داره، علامت های اختصاری و واحد های سیستم بین المللی اینا رو کلی گفته، نقشه کشی، تیتراش رو براتون میخونم سریع که بدونید چیا رو شامل میشه، ساختمان قابل دسترسی، اصول اندازه گذاری و روابط آن، بیولوژی ساختمان، احساس دیداری، مراحل طراحی. اینجا مراحل طراحی شروع میشه دیگه، کلی اطلاعات داره، تمام این بخش ها کلی اطلاعات دارن، کلی عدد دارن، کلی شکل دارن، خیلی اطلاعات بهتون میده. حالا چند صفحه شو بهتون نشون میدم، زیادم وقتتون رو نگیرم. طراحی ساختمان با دوام پایدار، مدیریت امکانات، اصلاح و نوسازی، درها، شیشه، پنجره، سقف، بتونای کف، دیوار، اینا تو اجزای ساختمان بود دیگه. چیا داره؟ کلی لیست و فهرست داره، خیلی چیزای مختلفی داره. ساختمان های مسکونی هست، بخش مختلف، فضاهاش و تراکم در خانه سازی، جهتیابی، دسترسی، امکانات آسایشی، مثلا چی، خوابگاه دانشجویی، اماکن اقامتی سالخوردگان، تهیه غذا، موتل ها، کمپینگ ها، آموزشی و تحقیقاتی، مثلا مثل چی، مثل زمین های بازی، مدارس، دانشگاه ها، کالج ها، فضاهای فرهنگی، موزه ها، گالری ها، سالن های تئاتر، سینما، ادارات و دفاتر، دیگه ساختمان های مذهبی، یعنی کلی چیزا رو گفته، مثلا بهداشت، مطب پزشک، بیمارستان، تمام این اطلاعات رو رفتن در آوردن. خیلی کتاب خوبی هستش، اینو حتما داشته باشید. من بهتون توصیه میکنم که اینو حتما داشته باشید، چون خیلی به دردتون میخوره و هر جای ابعاد و اندازه استاندارد یه چیزی رو خواستید توی معماری میتونید برید سراغ این کتاب. دیگه یه چند صفحه شو بهتون نشون بدم، مثلا اینجا علامات اختصاری و سمبول ها، کلی از اینا رو نوشته براتون، معنی هاشو نوشته که چه معنی هستش، کلی واحد و سیستم های بین المللی هست، تبدیل واحد ها به همدیگه هستش، خیلی خوبه. بعد قسمت نقشه ها، مثلا اندازه کاغذ رو گفته دیگه، چیدمانش رو صحافی کردن و حتی گفته، نمیدونم ابعاد درست و استاندارد چیه، چه اطلاعاتی باید تو نقشه درج بشه، کلی از این چیزها رو گفته دیگه. سریع پیش برم میخورده، مثلا اینجا علامت های نقشه های اجرایی رو گفته، مثلا این علامت چی هستش، مثلا چه رنگیه،
چه بافتی داره، این بافت چی رو نشون میده، قاب درب یک طرفه، این بدون چارچوب دیگه، در کشویی با ابزار بلند کننده، در کشویی دوبله، در کشویی ساده است، در یک لنگه بلند شو دیگه، در چرخان دو لنگه، در چرخان سه لنگه، کلی اطلاعات داره. بعد آویز لباس و این علامتی که توی نقش استفاده شده، علامتی که توی نقش هست و همه‌شون رو اینجا گذاشته. شما ببینید مثلا کلید پریزا، کلا تاسیسات و مکانیک ساختمان، خود مبلمان. بعد میره از این قسمت ابتدایی که خارج میشه، میره وارد استانداردها میشه. مثلا اینجا گفته چی؟ اگه دوربین بگیره، حداقل فضای چرخش برای این بنده خدایی که با صندلی چرخدار حرکت میکنه، استانداردهاشو اینجا گفته. مثلا اینجا راهروها، بازجوها رو برای این صندلی چرخدار گفته، سطح شیبدار رو گفته برای صندلی چرخدار. کلی اطلاع، هر چیزی که فکرشو بکنید درباره استانداردهای معماری، این تو هسته، شما میتونید خیلی راحت پیداش کنید. فقط باید به اون فهرست مراجعه کنید که سریع پیداش کنید. من نمیتونم همه‌شو نشون بدم، یه کتاب واقعا قطور و خیلی پرمحتواییه. حتی این پاورقی‌ها و این متنای خیلی ریز که براتون مینوشته، کلی اطلاعات داره توش. بریم یه خورده جلوتر. آها، اینجا مثلا سرویس و روشویی و این داستانا رو گفته دیگه. این قسمت اینجا مدل‌های مختلف وان رو گفته که مثلا یه انسان با یه میانگین قد چه جوری توش جا میشه، به چه حالتی توش جا میشه. مثلا این کامل جا شده، طول 1.87 مثلا کامل جا شده تقریبا، یه خورده لم داده، تکه داده، یه خورده این پاهاش جمعه 1.50. باز این متفاوت، این اصلا فرم وانش فرق داره، 1.4 متر. کتاب بعدی کتاب آفرینش فرم، تألیف جعفر عربی، باز اگه درست گفته باشم، چاپ نهم، کتاب کده کسرا. اینا اطلاعاتشو باز همه کتابایی که معرفی میکنم براتون میذارم و مینویسم، هم تو دیسکریپشن مینویسم، هم کنار عکسشون که رو تصویر میاد. اولی کتابی خورده توضیحات بهتون میده، اول هر بخش هم دوباره باز یه سری توضیحات داره، مثلا یه سری چیزها رو معرفی کرده، نشانه و شناسه و عناصر بصری، مثلا این قسمت کلی چیز داره و اینا رو براتون مثال زده. مثلا گفته که این فرم ها چه ویژگی هایی داره، یا فرم هایی که توی یه تیپ هستن رو بهتون نشون داده. بذاریم از طرف اصلا شروع کنم. خب فهرستش اینجوریه: ادراک محیط، جا و مکان، نشانه و شناسه، عناصر بصری، مثلا چی؟ نقطه، خط، شکل، سطح و حجم، ترکیب بندی، تعادل و تقارن، فضا یا خلا، مورفولوژی فضا، ساخت حجمی، تنین نقاط، برش فضا، گردش خطوط، شکل و فرم، کلی چیز داره. حالا یه خورم از آخر بخونیم: فضای غیر منتظره، برنامه کارکرد و فضا، فضا و تناسبات انسانی، فضای مفهومی، سازماندهی فضا و فرم، فرم متحرک، سیرکولاسیون، حرکت، کارایی فرم، جنسیت فرم، ایستایی فرم، معنای فرم، تغییر ماهیت. کلی لیست داره، 50 سرفصل داره که هر کدوم رو اینطوری براتون، مثلا این قسمت ادراک محیطه براتون یه توضیح داده، کلی براتون مثال تصویری گذاشته. این مثال های تصویری خیلی کمک میکنه و اون حالت ها، اون فرم های ساختمون یا المان هایی که براتون مثال زده رو خیلی راحت بهتون نشون میده، شما میتونید با هم مقایسه کنید. مثلا اینجا یه سری بنا داریم، دوباره یه سری بناست، یه سری المانه. خب ترکیب بندی هستیم این قسمت. خب اینجا که ترکیب بندیه، کلا این شیشه رنگیه، این مثلا ظروف ترکیب بندی هر چیزی ممکنه باشه. خب همینطور توضیح داده براتون این قسمت ها رو، رفته جلو از اکثر چیزا مثال براتون آورده، ولی بیشتر مربوط به بیشتر چیزایی که براتون مثال زده مربوط به معماری و چیزای فرمال و المانهای معماری میشه. خب ما یه خورده بریم جلو. مثلا برش فضا اینجا رو شما نگاه کنید، اینا یه سری چیزای شماتیکه، یه سری ماکتای اتود تقریبا، که اینا بیشتر فکر میکنم برای المان باشه.
المان های معماریه. یه سری هم که حالا جلوتر خودتون اگه برید ببینید، یه سری بناها سه سری فرمای کلیو میده که بیشتر مخصوص خود ساختمون، مثلا اینجا برج آزادی رو عکسش رو گذاشته به عنوان نمونه که تو قسمت گردش خطوطه. تو قسمت گردش خطوط اینو براتون مثال زده، اینو مثال زده، اینکه چشم پله است، چشم پله خیلی بزرگ، حالت دایره‌ای طور داره، کلی فرم، کلی پلان، کلی چیزای گرافیکی براتون مثال زده. خیلی کتاب خوبیه، مخصوصا اگر بخواید یه چیز یه بنا رو کلن طراحی کنید و جداره بیرونی و اون فرم کلیش براتون خیلی مهم باشه. و تو ماکت سازی هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه، بهتون ایده بده اگه چیزای خیلی فرمال بخواین درست کنی. این کتاب بیشتر درباره فرم دیگه، از اسمش هم مشخصه، بیشتر درباره فرم و فضای معماری صحبت کرده. کتاب خیلی خوبیه و خیلی میتونه کمکتون کنه. کتاب بعدی کتاب مفاهیم پایه در معماری، مرجع کانسپت، نویسنده ادوارد تی وایت، ترجمه علی اکبر داوودی. خب پیشگفتار و گفتار و این چیزها رو که کاری نداریم، نظریه، تعریف، ارتباط با فرایند طراحی، زمینه‌هایی برای درک مفهوم، من رندوم یه سری چیزها رو براتون میخونم، یه سری از سرفصل‌های فهرست رو براتون میخونم که تقریبا بفهمید چیا توشه. اول واژگان داره، دستبندی و ناحیه‌بندی بر اساس عمل کرد، نیازهای همجواری، ارتباط بخش‌ها، اهداف و شیوه‌ها، انواع تأثیرات ایجاد شده، مثلا به عنوان مثال این چند تا رو داشته باشیم، دور فضای معماری، شکل‌گیری فضا، کیفیت‌های وابسته به فضا، انواع مقیاس‌ها، توالی مقیاس‌ها، انعطاف‌پذیری مقیاسی، استفاده از نور طبیعی، بخش روشنایی، ببینیم بخش بعدی جابجایی و شکل ساختمان، پاسخگویی به بافت، مرزبندی ها در مستقلات، خطوط تراز محوطه، درختان، آب، بناهای موجود، تسهیلات، سر و صدا، چشم‌اندازهای قابل مشاهده از درون سایت، دیگه پوشش بنا، پیها و فونداسیون ها، ستون ها، دیوار ها، تیر ها، بالکن ها، مفاهیم کف و سقف، کلی موضوعهای خیلی خوب داره. و این کتاب هم تصویریه و حتی بیشتر از کتاب آفرینش فرم، خیلی خیلی ساده، با یه تصویر ساده به شما نشون میده که چطوری میتونید از فضاتون استفاده کنین، خیلی خوب بهتون کمک میکنه. خب یه سری بخشا که توضیحات داره، معمولا اولش یکم توضیحات داره، یه سری بندها و اینجور چیزا رو داره و نظریه رو داریم اینجا دیگه. خب بریم جلو، خب میرسیم به واژگان، دستبندی و ناحیه بندی بر اساس عمل کرد. خب مثال بزنیم اینجا، مثلا اینجا سرگرمی، تفریحی، ورزشی، این یه فضایی ما داریم، اینجا رو برای ما لکه گذاری کرده، تقسیم بندیشون کرده، مثلا زمین گلف، پارکینگ و رخکن، ارتباطاتشون هم که کاملا مشخصه دیگه، چیدمانهاشون هم خیلی واضحه که مثلا چطوری باید با هم دیگه ارتباط داشته شن. ولی جلوتر که بریم یه سری قسمت‌ها داره، یه سری دیاگراما داره که مخصوص ارتباط فضا هاست، ولی اینجا بیشتر حالت لکه گذاری داره که چیدمانش رو بتونیم بفهمیم. استخر، پارکینگ و رخکن، دوباره زمین تنیس، کلا این چیدمانش همچه حالتی داره، بیمارستان مثلا، مشاورین مدیریت، لوازم منزل، بیمارستان، بانک، کلی چیز مختلف براتون مثال زده. باز دوباره اینجا این یه مثال خیلی خوب و جالبیه، این یه مدرسه است، توی موقعیت‌های مختلف سال این رو براتون چیز کرده، مسیرهایی که استفاده میشه رو براتون گفته، مثلا گفته که گروه های مذهبی یک شنبه ها، چند منظوره، توالت ها. خب توی قسمت چند منظوره استفاده میکنن، توالت ها رو استفاده میکنن و از محوطه بازی هم عبور میکنن از این مسیر، به عنوان مثال.
توالت ها رو داریم دو طرف، مدیریت بالا، کلاس ها که اینجاست، محوطه ها این قسمته. بعد گفته استفاده معمول از مدرسه از ماه سپتامبر تا می 1 تا 3 ساعت از تمامی فضا. از تمامی فضا تو حالت نرمال اینا دارن استفاده میکنن و گردشش به این صورته که از این محوطه به این محوطه ورود و خروج و کلاس ها و توالت ها و مدیریت دوباره تمام قضیه. حالا کلاس های عصرگاهی بزرگسالان در تمام سال، توالت ها، کلاس های درس، کتابخانه. میگه از توالت استفاده میکنن، کلاس ها هم که نوشته بود و کتابخانه هم بیشتر استفاده میکنن. این خیلی جالب، اطلاعات خیلی خوبی رو داده. مثلا اینجا موزه هنر رو داره، اینجا ارتباطات رو گفته، این زایشگاه هستش، گفته با فلش مشخص کرده که دیاگرام گذاشته که کدوم فضاها مربوط به کدوم فضاست. باز جلوتر خیلی چیزا داره درباره نورگیرها، چیدمان فضا، خیلی اطلاعات خوبی داره، خیلی مثالها. مثلا این مثالها همه فضاهاشون تقریبا یه فرمه، ولی چیدمانهاشو یه خورده تغییر داده، بازشوهاشو تغییر داده، راهرو رو تغییر داده. باز اینجا فرم کلی سقف‌ها رو مثلا گفته، پاسخگویی به بافت، ارتباط قطری، تطبیق بنا با شیب محوطه، اینکه مثلا گفته میتونید چه انتخاب‌هایی داری اگر زمینتون شیب داشته باشه، چطور میتونید بچینید، اینا رو گفته. مثلا خاک برداری و تراس کردن و این چیزا رو هم گفته، میتونید خاک برداری کنید و تسطیح کنید، میتونید خاک برداری که کردید یه فرم دیگر رو با اون خاک اضافه تولید کنید، بسازید. کلی اطلاعات داره که بیشترش هم اطلاعات تصویری هستش، پایینشون یه توضیح مختصر داده و کاملا متوجه میشید. اینجا مثلا گفته چی؟ آوردن درختان به داخل، هرس درختان جهت تعریف فضا، دیگه این یه قسمت رو مثلا هرس میکنیم که حالت گذر داشته باشه. قطع قسمت زیرین درختان جهت ایجاد سایبان، یه قسمت ها رو از بین، این قسمت ها مثلا برگاش رو هرس میکنن که حالا سایه بندازه، سرگیر نباشه پایین درخت ها و بشه ازش استفاده کرد. کلی اطلاعات داره، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید. این تنها راهیه که میتونید شما کانال من رو حمایت کنید که من بتونم به کارم ادامه بدم و کارم رو روز به روز بهتر و با کیفیت تر کنم. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون، خدا نگهدار.